گزارش ها از پاکستان میرساند که شمار تلفات دو انفجار روز جمعه هفته می در این کشور به 60 کشته و بیش از 100 زخمی افزایش یافته است. نخستین انفجار در نزدیک مسجد الفلا در منطقه مستونگ بلوچستان بود که به گفته مسئولان بهداشتی پاکستان 57 کشته و حدود 100 زخمی از این رویداد به بیمارستان ها منتقل شدند. مقام های امنیتی پاکستان گفتند که انفجار ناشی از حمله یک مهاجم انتحاری بوده که خودش را در میان تجمع مردم منفجر کرده است. دوم انفجار هم که ظهر جمعه هفته مه در ایالت خیبر پختونخوا رو داد، سه کشته و 12 زخمی بر جای گذاشت. مقامات امنیتی ایالت خیبر پختون خواه گفتند که همزمان دو مهاجم انتحاری نخست ایستگاه پلیس و سپس یک مسجد را هدف قرار دادند. رسانه پاکستانی جیونیوز به نقل از یک افسر پلیس در منطقه هانگو نوشته است این انفجارها که حین ادای نماز جمعه رخ دادند ساختمان مسجد را تخریب کردند و احتمالا چندین نفر زیر آوار ماندند مسئولیت این حملات را تا کنون هیچ گروه به عهده نگرفته است منابع پاکستانی میگویند در دو سال اخیر و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان حمله‌های مرگبار در شهرهای مختلف پاکستان از جمله بلوچستان، کویت، خیبر پختونخوا و برخی مناطق دیگر به شکل کم ای افزایش یافته است. مسئولیت بیشتر این حمله‌ها را گروه تندروی سنی داعش، تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان بر عهده گرفتند.